خوش آمدید به دیدبان. مریم افشنگ هستم. در مورد مطبوعات این هفته از شدت گرفتن اختلافات بین حسن روحانی و جناح محافظه‌کار خواهیم گفت. به همینطور مدال طلای والیبالیست‌های ساحلی ایران. سلام آقای بهنود، هفته با زلزله شروع شد. آلودگی هوا کل هفته ادامه داشت، طوری که مدارس ابتدایی مهد کودک‌ها تعطیل شدن و یه چیزی که همینطوری هست و گویا هیچ راه حلی هم قرار نیست براش پیدا بشه. شما چه خبری بله آوردید؟ درسته، به این چیزا خب یه چیزایی هم میشه اضافه کرد، از جمله اینکه این حرفای آقای روحانی که سرسده جناح مقابل به شدت در آورده، حالا غیر از اشاراتشون به مفاسد اقتصادی و اینا، شاید بیشتر اون چیزی که اذیت کرده جناح مقابل رو این هستش که بالاخره 6 سال این حضرات تحمل کردند که این وضعیت سخت اقتصادی پیش اومد و همیشه گفتن وضعیت خیلی خوبه و حالا دیگه امکان پذیر نیست اینو پوشوندنش، یا دست کم پوشوندنش مثل این مونه که خودشونو دار زده باشه دولت. بنابراین تصریح آقای روحانی در این هفته به این که در کرمان، در جمع مدیران کرمان، به این که هیچ کرمان در یزد در جلسه هیئت دولت در 40 سال گذشته اینقدر دشوار نبوده و توضیح این که مملکت بدون پول نفت نمیگرده و در نتیجه با ترجیح شده این پول نفت رو آورد، این در حقیقت اشاره است به جناح مقابل که همه کارا رو مثل FATF و اینا رو میگه نه، مذاکره نه، همه این کارا نه، ولی در این حال به دولت میگه که تو باید همه کار رو انجام بدی. خب میخواییم بریم با روزنامه ایران شروع کنیم که ماجرای زلزله رو دیده، غرش زمین در میانه شب، از وضعیت زلزله زدگان آذربایجان شرقی گفته. درسته. یه چیز خوب دیگه ایران که دیده روزنامه ایران، یعنی در واقع یه گفتگوی کرده با خانم فرزانه طاهری درباره ترجمه جدید کتاب پترزبورگ که به گفته خانم طاهری آمیزه عجیبی از بازی‌های زبانی. ترجمه مثل که از نویسنده روسی آندری بیلی بوده، اگه اشتباه درست تلفظ کنم، و میگه که سعی کرده که به ترجمه اصلی، یعنی به زبان روسی، نزدیکتر باشه. و نکته جالب دیگه هم که گفته، میگه هرگز هویتم رو فدای شهرت گلشیری نکردم. و واقعیتش هم اینه که هر موقع شما از خانم طاهری چیزی میخونید یا ترجمه میخونید واقعا لذت میبرید، یعنی کاملا دو تا کاراکتر مختلف، دو تا آدمی که هر دو اهل ادب و فرهنگ و بله واقعا بله. خب بریم روزنامه بعدی خراسان رو ببینیم. خراسان کار خوب کرده و اونم توجه کردن به ماجرای پیروزی والیبالیست‌های ساحلی که بالاخره تونستن آخر سر اونم با این تفاوت اسپانیا رو ببرن و مدال طلا رو بگیرن. این خب خیلی اتفاق مهمی است، ولی در این حال یه تیتر یکی رو دارید شما میبینید که من بر حیرتم واقعا افزود. این چیه؟ هدیه سرزمینی رضا شاه به آتاتورک؟ معمول اینطوری است که تیتر یک صفحه اول یه خبری است که همین مثلا دو سه روزه اتفاق افتاده، ولی این که شما یه چیزی رو که مربوط به 80-90 سال پیش آورده باشین، چجوری میشه به اصطلاح به تیتر یک تبدیلش کرد؟ شاید اون که اونجا به هنرمندی به خرج میده سردبیر و اضافه میکنه که روایت ناشنیده، پس بنابراین حالا انگار که یه تازگی بهش داده است که میگه این یه روایت ناشنیده است که حسین مکی و تیمسار ارفع گفتند و حالا ما داریم تیتر میکنیم. ولی همونطور که در خود متنم آقای جواد نوایان روسری آورده، این حرف رو که در سالهای دور، یعنی در حدود 60 و چند سال پیش، حسین مکی توی خاطراتش آورد و این چند بار چاپ شده تا حالا، بنابراین ناشنیده نیست. ماجرای 60 خورده سال و حتی شاید بیشتر قبل رو برای چی الان باید تیتر یک بشه؟ آره عجیبه. خب به حال اصل قضیه عبارت از این است که در زمانی که رفته بود رضا شاه به ترکیه،
و دو تا کشور سعی می‌کردن به هم دیگه نزدیک بشن، حرفای خوب با هم دیگه بزنن. تو اون اواسط یهو تیمسار عرفه که بعدن رئیس ستاد ارتش شد، تیمسار عرفه میگوید که در اونجا موضوع اختلافات اون با ترکیه رو سر به اصطلاح مناطق مرزی و به خصوص به اصطلاح یه بخش به خصوصی از اونجا در کنار آرارات اون رو مطرح کردیم. رضا شاه گفتش حالا ما نباید رفقامون رو آزرده بکنیم، بنابراین بخش عمده ای رو بخشید، بخشش کرد. این حرف زده شده فرامون، به حال حرف نشنیده ای نیستش و با این یک کلمه هم نمیشه که توجیهش کرد که بیا تیتره که روزنامه خبریش. یه ماجرای جالب دیگه ای هم که دیده در ستون بازتاب، گراس ها در کانال آب و شیردوشی الاغ در شبکه 3. اشارهش به این برنامه تو شبکه 3 که یکی دوتا الاغ را آورده بودن که شیر بشه. واقعا جدیدن شبکه 3 به خصوص بعد از تغییر مدیریتش یه برنامه هایی داره آدم هیچ توجیه نشده، خیلی خلاقه. این چیز نیست، یعنی این جزء ایراده های اصلیش نیست. میکنن بعضی تلویزیون های دویا میکنن. خب بریم روزنامه رسالت رو ببینیم. ببینید الان در صفحه اول شما غیر از عکسی که میبینید و گزارشی که حالا به هر حال باید میشه راجعش حرف زد، مقاله میخونید از آقای انبالویی، که کاظم انبالویی که قبلا سردبیر و مدیر رسالت بودند و به اصطلاح جای جای سابقشون که همیشه بوده قرار گرفته و اون هم پیشتازی در جواب دادن به رئیس. خلاصه که بکنیم فرمایشات آقای انبالویی رو اینه که چرا دارید اوضاع مملکت رو شلوغ میکنید. میگه که برای چی آقای روحانی رفته در یزد و در کرمان این حرفا رو زده، یه شوخی مانندی هم با علامت تعجب آورده، میگه که ایشون فکر کرده مرزات انتخاباتیه. اینو خیلی ها گفتن. یه انتقادی هم آقای جنتی کرد، اصولا جناح محافظه‌کار در هفته گذشته خیلی انتقادات کردن، حتی بعضی وقتا میدید اصلاح طلبان هم دارن یه انتقاداتی میکنن. آقای انبالویی یه جایی گفته که او باید بداند در زنگ حساب است نه انشا. رئیس جمهور اجتماع مردم یزد رو یک میتینگ انتخاباتی هم توی شما گفتیم فرض کرده و مشغول تبالی بگم بگم است. این بگم بگم هم باز دوباره یه چیزی بود که مدام میگفت. او بدون اینکه بگوید کلید کجاست و گازنبر چیست، از تدبیر دیگه سخن نمیگوید، فقط مشغول ناامید کردن مردم است. میدید این که بعضی وقتها آدم فکر میکنه که بعضی از روزنامه‌نگارا مردم رو نمیدونم یه توده بیشکل میبینن که نه هیچ چیزی انگار ندارن. خب مردم میتونن امیدوار باشن به اتفاقای خوبی که داره میفته یا ناامید بشن از اتفاقای بدی که داره میفته. احتیاج نداره که حتما رئیس جمهور یا سخنرانی بکنه. این که استدلال اصلی دولته، یعنی همه دولت‌هاست. همه دولت‌ها وقتی بهشون انتقاد میکنن میگن که مردم رو ناامید نکنی، ولی جناح اصولگرا ما خیلی بامزه است به خاطر اینکه تمام مدت حمله میکنه و جواب این حرف دولت هم نمیده، ولی هر وقت دولت صداش در میاد میگه آقا چرا انقدر شلوغ میکنی. بعد نکته دیگه هم آخرش میگه که رئیس جمهور رئیس اجرا و قوه مجریه است یا دادستان و قاضی. بریم روزنامه شرق رو ببینیم. ببین شرق خب به هر حال روزنامه است. البته من بگم به شما که من غیر از روزنامه ایران که روزنامه خوب دولت هست به طور قانونی، الان روزنامه ای در تهران نمیبینم که بشه بهش گفت طرفدار دولت. نه، یعنی روزنامه هم که به این عنوان معروف بودند در زمانهای گذشته به عنوان مثلا طرفدار اصلاحات یا طرفدار چه، اونها هم به هر حال لحن و بیان انتقادیشون تنده، ولی شرق خبر داره میده، میگه که به هر حال پیچه تنده آقای روحانی است. شرق مصاحبه کرده و چند نفر و نظرشون رو در مورد در واقع صحبت‌های اخیر آقای روحانی پرسیده و اینکه میگه که خب واکنش ها متفاوت بوده، بعضی واکنش مثبت داشتن. آقای مثلا محمد سلامتی اینجا گفته که آقای روحانی تو زمینه سیاست داخلی و خارجی بالاخره تا حدی موفق بوده ولی در حوزه اقتصادی نتونسته و معتقده که راه اعتدال ادامه پیدا میکنه. آقای زیبا کلام نکات جالبی رو گفته که برای انتخابات شهر به شهر سفر کرده، از مردم خواسته که به آقای روحانی رأی بدن و راضی کرده کسانی رو که، و معتقده که کسانی مثل آقای زیبا کلام میتونن اون قشر خاکستری جامعه که تا دقیقه 90 نمیدونن که چیکار کنن رو راضی بکنه که اینا برن پای صندوق رأی و رأی بدن، و میگه که الان در این دوره دیگه من نمیدونم که باید چیکار بکنم، و در هر صورت یه مقداری نگاه انتقادی داره به آقای
روحانی. میگم مطلبیه که یه جور این مطلب شرق هم یه نگاه انتقادی با آقای روحانی داره، همونطور که شما گفتید. بریم روزنامه کیهان رو ببینیم. خلا کیهان در حقیقت شب میلاد پیغمبر هست، بنابراین خیلی طبیعی هست و نیست که سرمقاله خودش رو هم با همین عنوان خیلی مهمی خلق که محمدی. خلق محمدی، چقدر این اصطلاح رو ما از قدیم ها شنیده ایم، از قد مادر بزرگا و پدر بزرگا وقتی کسی خیلی خوش اخلاق بود میگفتن خلقش محمدی است. بعضی وقتا خیلی بد اخلاق بودم میگفتن حالا چرا خلقت اینقدر محمدیه. بعد توی چیز الان این سرمقاله رو نوشته است به این عنوان که حمله بکنه به دولت، ولی خب با میلاد پیامبر شروع میکنه و همونجا میرسه به این موضوع. امروزه مردم مسلمان ایران و عراق و لبنان همین رو میخوان و مطالبه میکنن. قوقازیستان و آلوده ها هر چه میخواهند بگویند و فریاد بزنند، مهم نیست. مهم احقاق حقوق است و اعمال عدالت و آرامش روانی جامعه و امنیت ایمان مردم. بله. تو درست همین آرامش روانی جامعه ما با ایشون اختلاف پیدا میکنیم. آخرش هم میگن که پیامبر با مردم صادق بود و با وفا و بی جفا، وعده دروغ نمیداد و رفاه مردم را گرو نمیگرفت. آن زمان انتخاباتی نبود که سهم مردم از بیت المال را تا ایام انتخابات انبار کند و مهندسی شده بسته‌ای هدایتی بدهند. می‌دونید این اعتقادهایی که الان کیهان میکنه، خب یه زمانی هم به آقای احمدی نژاد میشد که یه جورایی کیهان تمام قد پشت آقای احمدی نژاد وایساده بود و از ایشون دفاع میکرد. می‌ذاریم بریم برگزیده ها رو ببینیم. روزنامه اعتماد رو آوردین، دو قطبی طلبی یک روحانی. ببین در حالت عادی باید من جای آقای مفتا بودم و به نظر میرسه خودشون همینطور بود، باید سخنی رو که آقای زنوری گفته بودن میوردن صفحه اول و من منتظر بودم که با وسعتی که این گزارش پخش شد بیاد صفحه اول، ولی نیامد. تو صفحه داخل اعتماد چاپ شده بود این مصاحبه ای که بگید. ببینید درصد یه جوری انگار که اختصاصی مصاحبه اعتماد هست، همونطور که شما میگید شاید بهتر بود که بیاد صفحه اول، حالا حتما به دلایلی نکردن این کار رو. مشتبه زلنوری از نماینده های مجلس به خبرنگار روزنامه اعتماد گفته که وظیفه من به زیر کشیدن آقای رئیس جمهور است و خبرنگار در این گزارش دوبار این جمله رو تاکید میکنه که عین این جمله نقل شده از ایشون. اشاره به اون شبنامه‌ای بوده که در مجلس پخش شده که گویا کاملا انتقاد به آقای روحانی بوده و بدون امضا بوده، بعدن خلاصه امضاش در اومده که آقای زلنور امضا کرده بودن. اول گویا ایشون زیر بار نمیرن ولی بعد مثلا میگن که نه همین کارو کردم و من در هر صورت وای میستم پای این ماجرا، تا همین که گفتن دیگه وظیفه من به زیر کشیدن آقای رئیس جمهور است. در حقیقت اون جناح تندروی مجلس حرفشون این است که ما با همون تکنیکی که آقای لاریجانی رو از ریاست مجلس عملا دور کرده ایم و اون شانس او رو دیگه از بین بردیم، با همون تکنیک هم میتونیم بیام. جمله شبیه جمله خانم پلوسیس درباره ترامپ ها. اصولا الفاظی که به کار بردن مثلا تهدید نیست، اگه منظورم برسه یقه رئیس جمهور رو میگیرم تا اینجا ایشان رو برسانم و دنبال این هستم. و خلاصه بر اساس ماده 606 هم میگه که باید ایشون مجازات بشن. بله بله. خب بریم سراغ مجله ها. مجله هایی که آوردین سان هست. از سان شروع کنیم. سان همون فصلنامه ادبی است که البته قرار بودش که ماهانه باشه، ولی واقعا قبول کنیم که یه همچین مجله رو نمیشه ماهانه داد با گرفتاری هایی که الان وجود داره، ولی همینقدر که تونستن در فصلنامه نگهش بدارن خوبه. همینی هم که هر فصلی رو مشخصا یک موضوع خاص میگن و موضوعات یه ذره انتظاییتون، مثلا همین وابستگی واقعا خب موضوع سختیه که بخواین 300-400 صفحه مجله رو پر کنین. نه این دفعه خب پس بنابراین وابستگی دیگه. وابستگی خیلی چیز گسترده است، برای قصه هم جا داره، خیلی هزار تا باش کار میشه کرد، ولی
اینکه آدم بتونه انتقالش بده در یک مجموعه اینجوری جالبه. یه قسمتی زندگی نگاره است که ما هر دفعه نوکی بهش میزنیم، امیررضا احمدی می‌نویسه، این دفعه هم همون کاری کرده، شروع کرده با اون زمستانی که مادرش فوت شد و کرمان، به بعد اومده از خواب و خیالا و تمنیات جوانی خودش یکی وابستگی دیگه‌ای که اسم میبره، میگه یه وابستگی دارم که با هرمان می‌نویسم، نگران هستم زلزله‌ای کاشی‌های جوان و دلنواز مسجدهای وطنمو در یک ثانیه از اعماق زمین دفن کنه، میگه بیادش رو دفنش بکنه. بعد این نگاه زندگی نگارها ادامه پیدا میکنه، ترک ترک، اینم به یک تعبیر خوبی آقای خانجانی پیدا کرده و پشتش یه موضوع خیلی خوب. اما خانم گلی ترقی تو این روایت درست یه قصه کوتاه دیگه نوشته با همون شیرینی که واقعا در نوشتن قصه کوتاه داره، و من تصور میکنم که الان در حقیقت میشه گفت که اگر 4 یا 5 نفر رو بخوایم از افرادی که هستند اسم ببریم که توی قصه، حتما نفر اول دوم شما خانم اصلا انقدر نثر تمیز و ساده داره و جملات کوتاه و یه جوری کوبنده. من یه مصاحبه داشتم سالها پیش برای روزنامه همشهری، خودش میگفتش که من هر چی رو که می‌نویسم می‌خونم، ضبط می‌کنم، بعد صدای خودم رو گوش می‌کنم که ببینم اینا این کلمات آواش چطوری به گوش می‌شینه. ولی این دفعه این خاطره نگاری که کرده دو تا چیز نوشته، اول یه دونه قصه کوتاهشون نوشته برای این شماره، و هم این که همین خاطره نگاری. خاطره نگاری اشارهش به اون روزی است که تحصیل میکنه در امریکا و میاد به ایران و دیگه حالا خانم تیز شده، تحصیل کرده و از فرنگ رفته و اینا، میادش و پدر هم که پدرش رو ما میشناسیم خوب طبیعتا، یعنی من میشناسم آقای ترقی، مدیر مجله ترقی، پدر هم میگه که خیلی دیگه حالا درس خونده تموم شده اومده، پول مول خبری نیست، برو کار پیدا کن. ولی خود پدر کمکش میکنه که بره سازمان برنامه، بنابراین وارد فضای سازمان برنامه اون موقع میشه. و این که روز اول انقدر بهش میگن که باید خودتو جز کنی، اینا برخلاف تحملش که هیچ وقت نپوشیده بود و همیشه کفش کتونی میپوشیده و اینا، یه کفش پاشنه بلند میپوشه و اینا، خیلی با طمأنینه میره به دیدن. اونجا از این خبره نیست، سازمان برنامه است و نشستن این از این اتاق میداشت به اون اتاق، این اتاقای چوبی قدیمی است و پشت هر کسی یک کسی نشسته سیگار میکشه و اینا. ترسیم یه زمانی است که سازمان برنامه به یه نوعی شده بود مرکز اندیشمندان، حتی بشه گفت مخالف، شاعر مثل شاهرخ مسکوب، مثل یزدانبخش قهرمان، خیلی ها، احسان عراقی، اینا همه تو سازمان برنامه جمع شده بودن، کار میکردن، نه اینکه کار نکنن، ولی به هر حال کار دور هم هم جمع بودن. دور هم هم بودن و خیلی سیار. و این فضای سازمان برنامه و اون موقع رو به قدری خوب تجزیه کرده، برای اینکه مجله رو فکر نکنیم که فقط با امروز مونده. یکی از این نگاهش رو یک مرتبه برده به ری اعتمادی، که ما استرام به اون میگه مهدی اعتمادی، اسمی که صداش میکنن مهدی است، مادرش اینطور صداش میکرد. مهدی اعتمادی مدیر مجله بسیار موفق جوانان اطلاعات هست که بعد از انقلاب خیلی بهش بیمهری شد، در حالی که یه سالی هم تحمل کرد، ولی کمتر از یه سال، ولی بعد دیگه خیلی سخت گرفتن، یعنی دادگاه انقلاب و اینا خیلی خیلی روزگار بهش سخت گرفتن و یه 10-15 سالی هم واقعا بسیار سختی و مصیبت کشید و بعدم یواش یواش دیگه بالوش، اول به اسم همین مهدی اعتمادی که میگم، بعد ری اعتمادی. اینا اینجا از او خواسته است که از خودش حرف بزنه و از خودش حرف زده، از پیروزیاش، از موفقیتاش و اینا. و حالا یک کسی که از اینکه روز اول که رفت روزنامه اطلاعات تو امتحان خبرنگاری شرکت کرد، اینا یه عده بودن که بعدن بقیهشون همشون صاحب نام شدن، مثل آقای سالیار که بعدن شد سردبیر اطلاعات، مثل هوشنگ پورشریعتی روزنامه‌نویس خیلی خوب اون دوران، مثل محسن میرزایی، اینا همه با هم رفتن امتحان دادن و قبول شدن. اینا قبول شدگان بودن، کسایی که رفتن خیلی بیشتر از اینا بودن. و بعد خب جوانان رو درست کرد که این همه موفق بود. یه جایش اشاره میکنه به اینکه من سیستم خبرنگاری که درست کردم
این سیستم خبرنگاری بزرگترین سیستم خبرنگاری موجود بود، یعنی بقیه روزنامه ها و اینا، حتی رادیو تلویزیون و اینا که اون موقع نبود، انقدر نماینده نداشتن تو شهر. راست میگه، جوانان و از جمله سردبیر خود برنامه، یعنی آقای فانی هم امروز کشف شد که در نوجوانی یکی از خبرنگارای جوانان اطلاعات بوده. بنابراین جمع کثیر، راست میگه، در شهرهای مختلف، در جای مختلف، حتی بیرون از کشور، اینونه که در بیرون کشور بودن که اون موقع زیاد نبودن، کتاب خب خیلی پرفروش بود، خیلی پرفروش بود، یعنی تویست آقم کن یه شهری رو به هم ریخت. بریم وزن دنیا رو هم ببینیم. مورد تحلیلی بر مرگ‌اندیشه در شعر معاصر، سنگی بر گوری. خب یادتونه که وزن دنیا رسانه شعر ایران قرار شد باشه دیگه، شعره، فقط از سر تا تش فقط شعر هست. تنها نکته‌ای که به نسل در میاد این دیدارایی است مثل همین که میبینه. شاپور جرکش که خودش نویسنده و شاعر خیلی خوبی هستش، یک نوشته نوشته راجع پرویز خایفی که واقعا از دست رفتن او، این شاعر شیرازی، خیلی دردناک بود. شیرازی ها حق دارن که متاثر باشن بابت از دست دادن آقای خایفی. بنابراین یه شرح دیداری رو با او داده و بعد از اون وارد همون تقسیم بندی شده است که ازش صحبت می کردیم، که کشور رو تقسیم کرده بین استانهای مختلف و این دفعه شعرهای استان تهران، آذربایجان غربی و البرز و ایلام و خراسان و زنجان و سمنان و قزوین و قم و گلستان، اینها شعرها هستن که بیشترشون رو کشف کرده مجله ها و برابر این کار خیلی خوبی است. خیلی ها شعر اولشون هست، از اینجا شناختیمشون، بعضی هم نه، یک دو تا کتاب چاپ کردن. به هر حال این تقسیم بندی یه ذره ما رو بسیار راهنمایی میکنه. اما برگردیم به موضوع اصلیش، یعنی موضوع سنگی بر گوری، اینکه مرگ، اصولا مرگ آشنایی در شعر ایران چه میکنه، موضوع خیلی مهمی است. گزارش خیلی خوب تهیه کرده و علی محسودینیا یک جستاری کرده است در این موضوع و نظرات آدم‌ها، رویای شاملو اینا، اون رو در این باره، در دکتر محمد صنعتی، روانپزشک و منتقد خیلی خوب در مورد شعر، خانم میترا فردوسی باشه گفتگوی کرده، او هم همینطور شهریار وقفی پور، و بالاخره مجله میرسه برای اینکه بدونیم که هیچ چی رو از دست نمیده به یاد بعضی نفرات، آخر خودشو میده به پرسه‌ای در نغمه‌ها و ترانه‌ها و زندگی ابراهیم منصفی. ابراهیم منصفی رو با اون لهجه بندریش باید به یاد داشته باشید. باید عکس‌ها و خط خیلی خوبی دستنویس ابراهیم منصفی رو هم پیدا کرده، بارکالله. به نظرم خیلی شماره سه هست، این شماره درست میگم؟ بله، شماره سه هست. خب گفتگو رو هم ببینیم، اگه من الان بگم شما مختصر و مفید و این. نه، وقتی بگین که اب نداره، اینطوری که بکنم اشکال اون اینقدیه. بعد عرض کنم که این دفعه گفتگو یه مسئله خیلی جدی رو انتخاب کرده، همیشه این انتخاب داره آقای صرفی، این دفعه انتخابش تعارض منافع هست. در یک کشوری در تحلیل ناکارآمدی‌های دولت در ایران به ناهماهنگی‌ها، ناسازگاری‌ها، از همگسیختگی‌ها، فساد درونی در کنار عوامل بیرونی مثل تحریم و اینا میشه اشاره کرد. حالا وقتی که مسئله ناکارآمدی دولت‌ها رو پیش می‌کشیم، یکی از این پیچیدگی‌ها تعارض یا مناقشه یا منازعه منافع هست، که در اینجا میشه گفتش که همه گروه ها به دو دسته تقسیم میشن، یکی اونایی که ناراضی هستن که حق دارن و بعد. بنابراین خب میبینید که این موضوع خیلی مهمی برداشته شده. اولش گزارش داره خانم مقدسی و آقای کریمیان نوشتند درباره این تعارض منافع با نظام آموزش پرورش چیکار کرده. خیلی گزارش مهمیه، مثل همه گزارش های دیگرش با نمودارها و فکت ها، یعنی مقاله نیستش، بلکه گزارش خیلی تحقیقی حساب شده است و تو زمینه های دیگه مثل مورد آسیب های اجتماعی هم باز همین تعارض منافع رو پیش میبره. و اینجا صحبت از فساد اقتصادی آدم ها نیستش، تعارض منافعشونه که جا داره. و یکی از بهترین کارهایی که اخیرا خوندم، سیروس شایق، یک خودکامگی محمد رضا شاه و اعمال محدودیت های دولت در 40-50، در فاصله سال 40-50 که شاه قدرتش خیلی زیاد شد و دولت محدود شد و تقریبا از نظر تقسیم بندی کلی قدرت یه چیزی مثل الان که بیشتر قدرت متمرکز است در رهبر، اون موقع این شد. و اون حاصلش چی بود؟
آیا تعارض منافع از بین برد؟ نه نبرد. و بنابراین این از اینجا هم یه نتیجه‌گیری می‌کنه که شماره خیلی خیلی شماره مفیدیه، شماره 81 گفتگو. عالی. خب بریم کارتون آخر رو ببینیم از نعیم تدیان، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، گفته در حال حاضر مردم 30% بیشتر از نیاز خود غذا مصرف میکنه. اون که غذا مصرف میکنه اونه که یه خوی این غذایی که تو میبری داره به اسم ما تمام میشه. آره. یه آدم محتکر است اونجا نشسته. من خیلی مختصر اشاره کنم به نکته آخر از آیدین سیارسری که اصلاح دروس کتاب درسی رو دو سه مورد رو گفته. من فکر میکنم که شاید بهترین چیزش این باشه که از اونجایی که داره به این اشاره میکنه میگه که خودش اومده حذف کرده یه سری چیزا رو. غزل در این سرای بی کسی هوشنگ ابتهاج حذف شد. در بیت آخر میفرماید نه سایه دارم و نه بر بیفکنندم و سزاست اگر بر این درخت تر کسی تبر نمیزند. این شعر به طور واضح برای پسران سرزمین ما بدآموزی داره و بزدلی و بیجرأتی رو برای اونها تداعی میکنه. بهتر اینگونه تغییر کند، هم سایه دارم هم بر ضعف برایم ناسزاست، کلیک بر پست های سحر تبر نمیزنم. بعد داستان بردار کردن منصور حلاج از تذکرت الاولیا رو میگه که حد شده گرفتن وسط کتاب درسی بچه قصه تک تک کردن منصور باشن. خب این درسته، هم خشونت داره هم غرب میبینه میگه اینا حقوق بشر ندارن. بهتره که داستان اینطوری باشه که شبلی و دوستان میرن از اولیای دم رضایت میگیرن و منصور از اعدام نجات پیدا میکنه. بچه‌م که میاد کلا نگاهش تغییر میکنه چون به زندگی برگشه. بعد میشینه رو موتور و شعر میخونه یادت نره دوستت دارم خیلی دلم تنگه برا دار ندارم رو بگیر مال خودت مال چشات. سانسور به حقی. ممنون آقای بهنود و همینطور ممنون از شما، مرسی که با ما بودید همینجا و به همراه آقای بهنود از شما خداحافظی میکنم تا هفته آینده. شب روزتون خوش.